بحث فراز و فرودهای روابط افغانستان و پاکستان در آستانه گرمی گفتگوهای صلح، تلاش‌های حکومت افغانستان و آمریکا، دخیل شدن کشورهای منطقه در امر گفتگوهای صلح افغانستان و اینکه نتیجه این تلاش‌ها چی خواهد شد. گفتگویی داریم با آقای عمر زاخلوال، سفیر پیشین افغانستان در پاکستان. سلام آقای زاخلوال، ممنون از وقتتان به این بحث. در یک دوره که شما به حیث سفیر افغانستان در پاکستان کار کردین، آیا تفاوت را در دید مردم پاکستان و حکومت پاکستان در مورد افغانستان پیدا کردین؟ دید مردم پاکستان در مورد افغانستان دید مثبت است. دیدی هست که دو کشور با هم در فضای برادری، امن و صلح زندگی کنه. دیدی حکومتش هم در داخل حکومتش باز دیدی حکومت ملکیش متفاوت تر از ادارات نظامیش است. اکثریت سیاستمدارا چی در حکومت هستند چی بیرون از حکومت طرفدار یک پالیسی مثبت و طرفدار صلح و ثبات افغانستان در افغانستان هستند. اداراتی هستند که باز طبعا دیدی اونا فرق میکنه، ولی او اداراتی هستند که پالیسی حکومت افغانستان در مورد افغانستان اینا دنبال میکنه و او دیدی تا به حال تعمیری نبوده، دیدی جنجال برانگیزی بوده. حداقل دو دید مثبت که در پاکستان در مورد افغانستان وجود داره، مردمش و حکومت ملکی پاکستان، آیا تانسته حداقل در ایجاد یک روابط خوب با افغانستان تاثیرگذار باشه در این همه سالهای گذشته؟ ولی اگر می بود خب نتیجهش می دیدیم ما خود در نهایت روز نتیجه، ولی خصوصا در اواخر ما البته تاثیرات او است و یا تغییر در دید اداراتی که مسئولیت دنبال کردن پالیسی افغانستان رو دارن در او بوده، ما حرکاتی می بینیم که محتاطانه باید خوشبین باشیم برایش. امیدواری ما ای است که عمو درکی که مردم افغانستان پاکستان داره، درک مثبت در مورد روابط و موقف مثبت و عمو درک و موقفی که سیاسیونش داره، او درک و موقف عمومی حکومت پاکستان که طبعا ادارات نظامی و استخباراتی تیرم در بر میگیرن به اون مبدل برگرده. خیلی زخیلوال، همیشه گفته میشه که افغانستان با پاکستان موضوعات و تنش‌ها و مشکلات دارن که اول پیش از رفتن و مذاکره کردن با طالبان بیاین این دو حکومت و این دو دولت باید با هم حرفای داشته باشن. در دوره که شما به حیث سفیر افغانستان در پاکستان بودید، چرا زمینه این گفتگوها را بیشتر میان هر دو حکومت مساعد نساختید؟ آیا گفتگوهای وجود داشت؟ چرا نه؟ تانستم نتیجهش یک سند خیلی خوبی که به نام اپپس یا سند صلح و ثباتی بین افغانستان و پاکستان در ماه می سال گذشته به امضا رسید. نتیجهش بوده یک اساس خیلی خوبی روابط ادارات مهم بین افغانستان و پاکستان رو او را به جا گذاشت. موضوعاتی که خیلی مهم از بین دو کشور چی در عرصه امنیت و استخبارات و تشویش ها و یا گپایی که در اون مورد داریم، چی در عرصه اقتصاد و مهاجرین و عبادی دیگه روابط ما، همه این شناسایی شده و مجالسی هم که در بعضی عرصه ها مثلا در موضوع تجارت و ترانزیت ما پیشرفت هایی داشتیم، در عرصه های دیگه هم که مثلا مهاجرین ما پیشرفت ها داشتیم، ولی از این مهم که از مسئله امنیت در افغانستان و ثبات در افغانستان و حمایت پاکستان گفتگوهای صلح اونو هست، گفتگوهای صلح اونو که هنوز ما طبعا توقعی را داریم که قدم های بیشتر برداشته شود. فکر میکنید چقدر زمان دیگر نیاز است که پاکستان متحد به این شود که این بار متفاوت تر از گذشته بیاید در قسمت گفتگوهای صلح افغانستان با حکومت افغانستان صادقانه همکاری کنند؟ خب بازم میگم که ما فلحال اقدامایی که قدم هایی که در میان آخر گذاشته در مورد همکاریشان با آقای خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح در افغانستان اقدامی مثبت بوده. چی اقدام مثبته که حداقل مردم هم بفهمن چی کاری که مثبت واقع شده؟ مثلا تشویق میگن یا فشار بالای طالبان که بیاین و حاضر شون که در میز مذاکره با آقای بحث فشار و تشویق جدا نیست؟ چرا نه؟ ولی ما نمیدونیم که کدامش است.
میشه که تشویق باشه، میشه که فشار باشه، میشه که اردویش باشه. ولی ای که در میز مذاکره آمدن و تا به حال چندین مجالس داشته، این قدم های مثبت است. بله، اما یک پرسش را که میخوایم در این رابطه داشته باشیم، آقای داودزی هم در آخرین مورد گفتگوی با تولو نیوز داشت، گفت که پاکستان طالبان را تشویق میکنه تا در امر گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان بیاین و همکاری کنن و به میز مذاکره با گفتگو با حکومت افغانستان بنشینن. اما فکر میکنید واقعا تشویق تنها میتونه کارا واقع شوه؟ هر دویش گفتم، هم تشویق و هم فشار لازم. اگر تشویق کار خود کرده میتونه نور الله نور، و اگر کرده نمیتونن طبعا فشار لازم هم نیاز است. چی فشاره؟ چی گونه فشار؟ خب ای که ما ادعا داریم که رهبرای طالبا در خاک پاکستان اینا زندگی دارن، طبعا دلیلی هست که اوجا زندگی دارن، طبعا در اوجا بستگیایی داره که از اون بستگیایی که در خاک پاکستان دارن و اتکایی که با او دارن، او یک فرصتی نفوذی برای پاکستان میاد که بالای طالبان داشته باشه، بالای زعمای طالبان داشته باشه. تا کدام حد است او قابل بحث است؟ ولی تا حدی خود داره دیگه. طبعا اونو که طالبان در پاکستان رهبرایش حضور دارن، نیاز دارن که در اونجا باشن، اونو نیازش هست پاکستان گفته میتونن که. اما آیا واقعا پاکستان متحده برای وارد کردن فشار بر طالبان، بر حاضر شدنشان برای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان خواهد؟ من نمیدانم، بازم دیده شوه. مذاکراتی که فیلحال بین امریکا و طالبان هست، این اصلا تسهیل کننده به یک مذاکره بین افغانی باید باشه. در نهایت صلح که بحث میشه بین افغان ها باید باشه، و در اونجاست که به نتیجه میرسیم. اگر این مذاکرات منجر به اوجا شوه، خود طبعا تاثیرات خود داشته و در او طبعا باز پاکستان رول خود داشته. قضا خیلوال، همواره ما از گفتگوهای بین الافغانی صحبت میکنیم، گفتگوی طالبان با حکومت افغانستان، اما چرا طالبان آماده گفتگو با حکومت افغانستان نیستن؟ بین الافغانی ضرور نیست که فقط ما حکومت یک بخشی از افغان ها هست فیلحال. بله، ما بیرون از حکومت رهبرهای سیاسی و زیاد قشن زیادی داریم که از حکومت حمایه نمیکنن. حکومت، تیم حکومت در برگیرنده همه حرکت ها و زعمای سیاسی که بیرون از حکومت هستند حداقل اعتمادش بگیره. فیلحال که حکومت متاسفانه نتانسته. برای در بورد مشورتی از این سیاسیون افغانستان مگر نیست؟ مشوره نمایشی بوده متاسفانه. مشوره ای که واقعا مشوره ببینین تیمی را انتخاب کرد برای مذاکرات. اگر مشوره حقیقی بوده باید که منعکس میشود در اون تیم مشوره، که نشده. یا مثلا بورد مشورتی را ساخت، دعوت کرد به اونو بورد مشورتی، کسی هم نیامد که در اون اشتراک بکنن، یعنی همراهشان مشوره نشده بود حتی که حضورشان در اون بورد یا تیم مشورتی باشه یا شورای مشورتی باشه. ولی حاضر برای حکومت لازم است که بیرون از حکومت سیاسیونه که اینا صاحب نفوذ هستند، صاحب دید هستند، صاحب موقف هستند، اینا رو در اعتماد بگیره. به خاطری که در مسائل صلح اگر اعتماد نگیرین، ولو که اگر پیشرفت بین حکومت و طالبان صورت بگیره، باز چطور حکومت میتونن که او را قانع بسازن؟ در اینجا مردم را شما به این باور هستین که هنوز هم خلاهای در داخل خود افغانستان برای گفتگوهای صلح وجود؟ چرانه، بله. بله. و احزاب سیاسی در اینجا چی نقش را تال بازی کرده؟ همواره از حکومت انتقاد صورت گرفته، گفتن که حکومت باید جمعاً با احزاب سیاسی به وارد این گفتگوهاش و مشوره های لازم و عمده باید صورت بگیره. خودشان چی کار کردن؟ تا مسئولیت حکومت است که احزاب سیاسی را دعوت بکنن. مسئولیت حکومت است که او را اعتماد. احزاب سیاسی جایگزین حکومت شده نمیتونن در مذاکرات. حکومت باید که نمایندگی بکنه، ولی حکومت باید که نماینده برخورد کنه. نمایندگی از احزاب و از سیاسیون که بیرون از افغانستان هستن، طوری که قبلا هم گفتم تاثیر گذار هستن و موقفی دارن در مورد صلح، نظرشان باید گرفته شود، در اعتماد باید گرفته شود. به خاطر که پیشرفتی در صلح بدون اعتماد گرفتن و پیشرفتی را نمیتونن که باز تطبیق ده. طور صلح خو در یک نتیجه با طالبان
یک قدم است، تطبیقش یک قدم بزرگتر است. باز چطور میتونن که همو تعهدات صلح را به تطبیق بگذاره؟ حمایت کار داره حکومت. پس در آستانه رفتن به طرف انتخابات ریاست جمهوری، مسئله تلاش ها برای گفتگوهای صلح با طالبان و مخالفین مسلح چگونه میشه زمینه سازی کرد که این دو بحث کلان در افغانستان حداقل یک بحث باشه که وارد کارهای عملی شود؟ دو چیز، یکی که صلح باید که بالاتر و بزرگتر هر چیز دیگه باشه. ما نباید که ولو به قیمت به طریق افتیدن انتخابات، اگر در نهایتش باشه، ولو اگر او هم باشه، صلح بزرگتر از انتخابات است برای مردم افغانستان. اولی که باید بالاتر باشه، یک جناحی چه حکومت باشه چه کسی دیگه باشه، صلح را محدود ساختن برای شعار سیاسی خود و یا به اهداف سیاسی و کمپینی خود با جفا با صلح است و متضرر ساختن پروسی صلح است. ولی حاضر تعهد در کل برای اهداف صلح باید موجود باشه، صرف نظر از اینکه دیدگاه هایشان در موارد دیگه چی است، اجماعشان در مورد صلح مهم است، از همه کاندیدا و از همه سیاسون، و اونو است که صلح باید بالاتر باشه. دوم، در کارزار کمپینی طبعا صلح باید که برای بحث هم روی مردم بیایه. کمپین برای می خاطر است، جناحی که مثلا می خواهی که میتونن در مورد صلح بیشتر کار کرده میتونه و پلانشون و برنامهشون برای صلح، عقیدهشون در مورد صلح، تعهدشون برای صلح قوی تر از دیگر است، باید که بنمایش بگذارن، باید بگوین به مردم، مردم در بحث. و همچنان کمپین به می خاطر است که مردم مشونیده شو که اونا چی میخواین در صلح. خیلی چیزها هست در مورد صلح که مبهم است. صلح یعنی چی؟ صلح تسلیم شدن به طالب است یا تسلیم شدن طالب به حکومت است؟ در رابطه با این که هرگاه نزدیکی میان افغانستان و هند صورت میگیره، پاکستان به نحو ناراض میشه از این نزدیکی. دلیل چیست؟ خب تشویش دارن. پاکستان بزرگترین دشمن پاکستان هند است، بزرگترین دشمن هند پاکستان است. تا به حال سه جنگی عمده داشتن اینا. در همین سالیان روابط میان هر سه کشور، آیا از این دشمنی پاکستان و هند افغانستان ضرر کرده؟ به حد زیاد. امروز میتونیم که یک فاکتور بزرگ تداوم جنگ در افغانستان اون فاکتور هند و پاکستان است. ما چطور میتونیم که او از اون فاکتور افغانستان بکشیم؟ این مستقیما تاثیر خود خود داشت. بالایی که چطور میتونیم که مومد صلح و ثبات در افغانستان هم اینجا چی کار کرده میتونه؟ میتونه، چرا نه؟ ولی اول که دید پاکستان در مورد روابطی هندوستان و افغانستان یک دید اشتباه است. اینا به اساس برداشت هاست، برداشت ها که دوم مالقه است خیلی زیاد، اونو برداشت اول اصلاح شوه. دوم ای که از او برداشت ها از و او میتونه و افغانستان باید که او برداشتش اصلاح بسازه. فکر میکنید که در قسمت اصلاح سازی همون برداشت ها حکومت افغانستان در سالیان متمادی کوتاه آمده؟ شایدم که آمده باشه، شایدم که دیدشان برداشتشان به حدی باشه که اونا فکر باز نداشته باشند که اصلاح شود. ولی اتحادی هم شاید ما هم کوشش نکردیم که اصلاح بسازیم، هم به این اصلاح شود و هم او ترسی که پاکستان از هندوستان از طریق افغانستان داره، اگر او ترس حقیقی باشه باید ما کوشش کنیم که این ترسشان رو دور بسازیم. در رابطه با گفتگوهای صلح افغانستان، گفتهای وجود داره که این گفتگوها حالا به بنبست رسیده. بله. پس از سه دور نشست که طالبان با آقای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای گفتگوهای صلح افغانستان داشت، حالا دیگر تمایل به نشست بعدی وجود نداره. فکر میکنید که واقعا چنین است؟ نه، چون مشکلاتی به وجود آمده. ما توقع ما ایست که نشست‌های دیگه خواهد بود، ولی فکر میکنم که فیلحال با یک مشکلی روبرو خورده. مشکلش دو سه مشکلی فکر میکنم داره. یکی که طالبات تا بال حاضر نیستن که با تیم مذاکره حکومت ببینن. من به می نظر هستم که خود مذاکره امریکا با طالبا یک مذاکره ابتدایی تسهیل کننده به او قدم هست.
ما باید در این قدم اول به این حد این شرط را خیلی محکم نگیریم که این تماس ها متضرر شود. مسائل دوم ایست که کشورهای منطقه در افغانستان در صلح اینا باید که همکار شوند و اجماعی باید به وجود بیاید، یعنی که رقابت ها عمیق‌تر شود. فعلا دخالت بعضی کشورهای منطقه و بیرون ماندن کشورهای دیگه بی‌اعتمادی ها را زیاد کرده، شک و شکوک که مشخص‌تر کدام کشور مثلا میتونم چرا نمشخص‌تر؟ پاکستان یک رول خیلی مهمی را باید که بازی بکنن، ولی اگر هند هیچ آگاهی از این مذاکرات نداشته باشه، هند مخالفت میکنه و این مخالفتش تاثیرگذار است در خاک افغانستان. در نشستهای کتابی صورت گرفته، عربستان و امارات متحده عربی دخیل بوده. خب رول مثبت هم اینا میتونن، و در این وقت باز ایران حساس میشه، قطر حساس میشه. قطر در جایی که مرکز سیاسی و یا دفتر سیاسی طالبان وجود داره. روسیه اگر بیرون بمانه حامی صلح نمی باشه، تاثیرگذار است در این مورد. آسیای مرکزی اگر دخیل نباشه تاثیرگذار است، چین همچنان. فلهذا اجماع منطقه برای حمایت صلح خیلی زیاد ضروری است. برای توازن همین اجماع منطقه‌ای و دخیل بودن همه کشورهای منطقه به ویژه در گفتگوهای صلح، کی مسئولیت داره؟ در قدم اول خودی دیپلماسی افغانستان، در قدم دوم شرکای بین‌المللی خود به شمول ملل متحد. ما میتونیم که اینا فعالتر باشند در این مورد که چطور بتانیم. سوم طبعا امریکا، ولی امریکا مخالفت های خودم داره. ایران مخالف امریکاست در اینجا، روس مخالف امریکاست در اینجا، کشورهای دیگه هم شاید به شکل پنهانی مخالف امریکا باشن. مشوره با امریکا که چطور بتانن که مثلا مسئله ایران و ایران نمیتونند که تا به آخر از این پروسه بیرون باشه، ولی امریکا نمیتونند که با ایران این مذاکره رو بکنن. خب جایگزین امریکا کی میشه؟ یا مثلا با روس مشکلات دیگه خود داره، جایگزین امریکا با روس کی میشه؟ این مسائل است که هنوز ما پاسخش نداریم. خب حالا خود حکومت افغانستان چی نقش را میتونه در این قسمت ایفا کنه، در قسمت حفظ توازن در دخیل بودن کشورهای منطقه؟ در این شکی وجود نداره که کسی که واقعا باید صادقانه باشه در صلح در افغانستان، حکومت افغانستان است و حکومت افغانستان را نمایندگی میکنن. این شکی را هیچ کس کرده نمیتونه، باید که صادق باشه. فلهذا از این همی موقفش که در مورد صلح در افغانستان صادق ترین از افغانستان کسی نیست، آلی چطور میتونه که حکومت افغانستان از دیپلماسی و از تماس با منطقه اعتماد او را بیاره که صلح افغانستان یا پروسه صلح افغانستان واقعا برای صلح افغانستان هست و ما دخیل هستیم؟ و اینیم این به خاطر نیست که شما را به کنار بزنه و یا تهدیدایی به شما در اینجا ایجاد شوه. این اطمینان باید که حکومت افغانستان به دستگاه های دیپلماسی افغانستان که تا به حال متاسفانه اینا خیلی موفق نبودن. بله، در اوج تلاش ها برای گفتگوهای صلح افغانستان، آیا وارد کردن فشار نظامی میتونه به عنوان یک ابزار خوب و مفید در قسمت گفتگوهای صلح افغانستان واقع شود؟ آقای خلیل‌زاده در آخرین مورد این حرف را زدن. اونا موقفشان است و باید که موقف بگیرن. ولی فشار اما به نگاه شما میتونه صدمه بزنه به این روند؟ مطلق. ببینین در حقیقت جنگ مغلقتر میسازه. ما اگر ببینیم فضای برای صلح در 2002 و آله خیلی مغلقتر شده، در حالی که میلیاردها دلار، به صدها میلیارد دلار، یا بگویم که بیلیون دلار، اضافه تر یک بیلیون دلار برای جنگ افزارها در افغانستان به مصرف رسیده، از هر نوع اسلحه استفاده شده، از بمبارد و از کشتن و کشت خونی، چی جنگ مغلقتر ساخته. در 2001 تنها طالبا داشتیم، حال خود حکومت ادعا میکنه که 20 گروه توریستی ما داریم. خب فلهذا جنگ فایده کرد یا نقص رسان؟ حال اگر طالبان به صلح بیاید داعش چطور میکنین؟ از همین خاطر که ما طرفدار گزینی نظامی نیستم، خاطر که نتیجه شدیدیم که نتیجه خوب نبود. خیلی وال گذشته از بحث گفتگوهای صلح، بیاین در مورد این حرف بزنیم که در 17 سال گذشته در زمان حکومت رئیس جمهور غنی و رئیس جمهور کرزی شما در هر دو اداره متفاوت کار کردید. کار کدامش به نگاه شما خوبتر بود و به منافع ملی؟ هر دویش منافع ملی میره گفتن. نمیتونم که رئیس جمهور، ولی هر یکیش اشتباهات خود داشت.
این قضاوت با مردم میگذاریم. بیاین در رابطه با فساد در افغانستان هم صحبت کنیم که تا چی حد در حکومت‌های گذشته این یک چالش بود و هنوز هم است. هنوز بود، سابقا بوده و کمتر نشده، زیادتر شده. چی و چی دلیله؟ به خاطر که مبارزیه که شعار با عمل که تفاوت داره. رضا خیلوال، چند روز پیش شما از دسته انتخاباتی آقای اطمر حمایت خود را اعلام کردین. چرا؟ برای ما ببینین چندین چیز که یک شکل مقایسوی است. رئیس جمهور غنی هم از دوستای ما است و در 2014 من حمایش کردم، در حالی که همه حکومت از یک کاندید دیگه که دوستی ما بوده حمایه کردن. ما فکر میکنیم که تنها از وزرای ارشدی بودم که از آقای غنی ارزش ها بودن در اوجا که در فکرم خطور میکرد که این ارزش هاست. اما بعدا همون ارزش ها را به شکل شما ناکام گفتین. بله، که اون چیز، اون چیزی که من توقع داشتم نبوده. ببینین، من دو جمله به رئیس جمهور غنی وقتی که من حمایت خود اعلان کردم و رفتم در خانهشان و در منزلشان و تصمیم گرفتم، وی بود من گفتم که من ترجیح میدم که یک افغانی عادی مثلی به صفت یک افغانی عادی در یک افغانستان آرامتر زندگی بکنم، به عوضی که من یک وزیر ارشد در افغانستان آرامتر باشم و در وجود شما او چیز را من میبینم، فلحاظ از شما حمایت میکنم. در وجود نشان اون چیز نامد، افغانستان آرامتر نامد. عالیم، این هم همین چیز است که من حیث یک افغانی عادی در افغانستان آرامتر ما زندگی بکنم نسبت به اینکه یک مقام داشته باشم. از این موضوع که مقام داشتم استفاده دادم. حالا با این دسته انتخاباتی چقدر باور داریم؟ آیا واقعا اونا این ارزش ها را افشان کرد؟ میبینن ما شناخت از اردو دارم از ایچیشان، اجراعاتشان، از وظایفشان. قضاوت ما قضاوت انسانی است. شاید که اشتباه باشه، همون طوری که 4 سال قبل اشتباه بود شاید که بازم اشتباه باشه، خدا کنه که نباشه. ولی در اون محدودی قضاوت ناقص خود وجدانن این تصمیم گرفتم که از آقای اطمر حمایت بکنم. و در نهایت آقای زخیلوال، شما چی فکر میکنید که آیا کمیسیون انتخابات موجوده توان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری داره؟ اگر نداره، اصلاحات بنیادی را که شما و دسته انتخاباتی تان فکر میکنین چیست؟ فکر میکنم که نداره، ولی پروسیه که این کمیسیون به وجود آورد اونو پروسه ناقص بود. پروسیه که فلحاظا ما تمام ملامتی را بالای کمیسیون انداخته نمیتونیم. این انتخابات 4 سال به تعویق انداخت که ما یک انتخاباتی خوب، به خاطر که انتخاباتی خوب ما میخواییم، به خاطر که ما ریفرم میاریم، به خاطر که قوانین اسلامی کنیم، به خاطر که کمیسیون خیلی توانمند میاریم و رهبری کشور مستقیما دخیل شد در خود مصاحبه‌های تک تکی از اینا و انتخابم شخصا اینا کردن، فلحاظ او ناقص بوده. ما طرفدار تغییر اگر هستیم، باز در اون پروسهش هم باید که تغییر به وجود بیاید. این پروسه ناقص بوده، اونو پروسه پس اینمی چیزی که فلحاظ چی تغییرات در پروسه؟ آیا میخواین که دسته هایی که خود را نامزد ساختن به انتخابات ریاست جمهوری اونا هم در این تغییر باید یال داخل شوند؟ راه دیگی نیست. فلحال ببینید، آقای رئیس جمهور غنی ثبت نام کرد، بعد از این اخلاقا صلاحیتی را نداره که تغییر و تبدیل بکنه، مگر که در مصلحت با همه کاندیدا باشه. اگر همچون تغییراتی را میاره، او خود دنومیلیست سلف انترست است، باز در روی خود اعتماد شده نمیتونه. بعد از این هر تغییری که در کمیسیون بیایه، همه کاندیدا، چه کاندیدای خیلی مطرح هستن چی هم که کمی پایین تر هستن، همش باید در اعتماد گرفته شد و در مشوره و در شراکت با اونا باید باشه. خواهیم مرزا خیروال، سفیر پیشین افغانستان در پاکستان. ممنون از دوست. تشکر شما، لطفتان.